در این شماره از بسته اخبار بین‌الملل ایسنا خبرهای از واکنش آمریکا به غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران، اخراج 10 دیپلمات آمریکایی از روسیه، برکناری نخست وزیر کره جنوبی، ادامه اعتراضات و تیراندازی‌های مرگبار در آمریکا و دو خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 28 فروردین شمار مبتلایان کووید 19 در جهان از مرز 140 میلیون و 600 هزار نفر عبور کرد و تعداد جان باختگان به 3 میلیون و 15 هزار نفر نزدیک شد. حدود 120 میلیون نفر مبتلا هم بهبود یافتند. در ادامه رکورد شکنی های کرونا در هند، این کشور در روز جمعه حدود 234 هزار مبتلای جدید را ثبت کرد. در همین روز بیش از 1300 نفر از مردم هند بر اثر کرونا جان باختند. شمار قربانیان کووید 19 در فرانسه در حالی از مرز 100 هزار نفر عبور کرده که هنوز نشانه ای از بهبود شرایط همه‌گیری در این کشور مشاهده نمی شود. ترکیه هم با شناسایی بیش از 63 هزار مبتلای جدید در روز جمعه رکورد تازه‌ای به ثبت رساند. آرژانتین از شناسایی بیشترین شمار مبتلایان خود از ابتدای همه‌گیری خبر داده است. ژاپن نیز بیشترین مبتلایان روزانه خود در حدود 3 ماه اخیر را ثبت کرد. واکنش آمریکا به غنی‌سازی 60% اورانیوم در ایران. پس از آنکه سازمان انرژی اتمی ایران روز جمعه از آغاز غنی‌سازی 60% خبر داد، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا این سطح از غنی‌سازی در ایران را غیر سودمند خواند و این اقدام را خلاف برجام عنوان کرد. اما در این حال خوشحالی خود را از ادامه حضور تهران در مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای اعلام کرد. پس از اقدام خرابکارانه اخیر در تأسیسات غنی‌سازی نطنز، ایران از تصمیم خود برای غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60% خبر داده بود. اخراج 10 دیپلمات آمریکایی از روسیه. پس از تحریم شدن روسیه از سوی آمریکا، این کشور در اقدامی تلافی جویانه ضمن اخراج 10 دیپلمات آمریکایی از خاک خود، 8 مقام ارشد ایالات متحده از جمله رئیس FBI را در لیست سیاه خود قرار داد. آمریکا تحریم‌های اعمالی خود علیه روسیه را در پاسخ به هک شدن شرکت آمریکایی سولار وینز، ادعاهای مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا و تهدید اوکراین توسط این کشور اعلام کرده است. با وجود افزایش تنش‌ها میان دو کشور، اما فنلاند از آمادگی خود برای میزبانی از نشست احتمالی میان رؤسای جمهور آمریکا و روسیه خبر داده است. کاخ کرملین چگونگی پاسخ به پیشنهاد آمریکا در خصوص برگزاری این نشست را منوط به تصمیم ولادیمیر پوتین اعلام کرده است. تداوم درگیری‌های میان اسرائیل و نوار غزه. بامداد شنبه و برای دومین شب متوالی هواپیماهای جنگنده رژیم صهیونیستی مناطق مختلفی از نوار غزه را هدف قرار دادند. در حمله بامداد شنبه دست کم 7 موشک به پایگاه ابو عطایا متعلق به گروه‌های مقاومت فلسطین در غرب شهر رفح شلیک شد. همچنین حملات مشابهی به پایگاه‌های بدر و حشاشین گزارش شده است. وزارت بهداشت غزه تاکنون گزارش از تلفات این حملات اعلام نکرده است. اسرائیل بامداد جمعه نیز پایگاه‌های گروه‌های مقاومت فلسطین را هدف حمله قرار داده بود. برکناری نخست وزیر کره جنوبی با هدف ترمیم کابینه این کشور. مون جای این رئیس جمهور کره جنوبی با هدف ترمیم کابینه به شکل فراگیر، چانگ سی کیون نخست وزیر و 6 عضو دیگر کابینه را برکنار کرد. این تغییرات پس از آن اعمال شد که حزب دموکراتیک متعلق به رئیس جمهور کره جنوبی به دلیل رسوایی‌های سیاسی و مشکلات اقتصادی این کشور در انتخابات ویژه پست‌های مهم شهرداری دچار شکست سنگینی شد. ادامه اعتراضات و تیراندازی‌های مرگبار در آمریکا. به دنبال انتشار ویدئوی مربوط به کشته شدن آدام تولدو، نوجوان 13 ساله آمریکایی که ماه گذشته میلادی به ضرب گلوله پلیس جان باخت، روز جمعه صدها نفر در خیابان‌های شیکاگو و در فاصله 8 کیلومتری از محل حادثه دست به اعتراض زدند. با وجود اینکه مقامات شیکاگو در آن زمان ادعا کردند این نوجوان در زمان اصابت گلوله اسلحه در دست داشته، اما ویدئوی منتشر شده به وضوح نشان می‌دهد که او سلاحی در دست ندارد و دستان خود را بالا برده است. در خبری دیگر از تیراندازی‌های مرگبار آمریکا، پلیس فدرال این کشور اعلام کرد به تحقیقات خود برای مشخص شدن انگیزه فرد مسلحی که با تیراندازی 8 نفر را در شامگاه پنجشنبه در شهر ایندیانا پلیس به قتل رساند و سپس خودکشی کرد ادامه می‌دهد.
همچنین چند روز پس از کشته شدن یک مرد سیاه‌پوست 20 ساله به نام دانتن رایت به دست یک افسر پلیس در شهر مینیاپولیس، شامگاه جمعه چندین شهر آمریکا به صحنه اعتراضات خشونت‌بار تبدیل شد.